گفتگو میکنم با فرشید نوروزی، استاد دانشگاه از پاریس. خیلی خوش آمدید به برنامه امروزهای نوروزی. با این تغییراتی که جمهوری اسلامی در مدارس و دانشگاه ها داره اعمال میکنه، تصور شما چیه؟ چه بر سر سیستم آموزشی کشور میاد؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنون از وقتی که به من دادید. یعنی جمهوری اسلامی دو تا هدف رو دنبال میکنه و هدف اصلیش سرکوب صداهای منتقد هست و هدف دومش پمپاژ و تزریق ایدئولوژی خودش به دانش آموزان و دانشجویان. من فکر میکنم از نظر بحث سیاسی و ایدئولوژیک قطعا شکست خواهد خورد، به خاطر اینکه اساسا نارضایتی که شما بین نسل جوان میبینید در مدرسه و دانشگاه شروع نمیشه که بخواد حالا با حذف اساتید منتقد یا با حذف معلمان و حال منتقد بخواد اون نارضایتی از بین بره. یک و حال ورشکستگی گفتمانی در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، ورزشی. اون ایده ها، اون آرمان ها، اون ایدئال هایی که به حال ذکر میکردن، نمیدونم حمایت از حقوق مستضعفین، نمیدونم عدالت علوی و غیره، دیگه اینا کار نمیکنه. وقتی این اتفاق میفته به حال ریزش اتفاق میفته، نارضایتی وجود داره و شما اساتید منتقد رو حذف بکنید، معلمای منتقد رو حذف بکنید، به حال این نارضایتی از بین نخواهد رفت. اما نکته‌ای که وجود داره و اون خیلی تلخ، اون بحث زوال نهادیه. یعنی به مرور متاسفانه نهادهای آموزش تو ایران کارکرد اصلی خودشون رو از دست میدن. شما به هر حال میدونید که یکی از شاخص‌های اصلی که ما برای ارزیابی دانشگاه داریم، کیفیت دانشگاه، اون بحث اساتید هست، بحث هیئت علمی هست. خب وقتی به این صورت ما متاسفانه دانشگاه رو محروم می‌کنیم از اساتید به هر حال نخبه، اون اتفاق که میفته این که به هر حال مشروعیت زدایی میشه از سیستم آموزشی متاسفانه. جناب نوروزی، حالا شاهد ورود روحانیون به مدارس هستیم، اخراج اساتید دانشگاهی رو هم می‌بینیم، خود شما هم یکی از این قربانیان هستید. فکر می‌کنید چه تأثیری بر جامعه داشته باشه این جایگزینی؟ ببینید متأسفانه میگم کم کم فضای امید، اون فضایی که ما غالبا توی به هر حال دانشگاه داشتیم، جای خودش رو میده به یک به هر حال سرخوردگی عمیق. متاسفانه مدرک‌گرایی اتفاق میفته، دانشگاه تبدیل میشه تنها به یک ارگانی که قرار دانشجو بیاد اونجا یک مدرکی بگیره و متاسفانه الان تنها از این مدارک استفاده میشه برای مهاجرت. یعنی نه شما فرصت اشتغال دارید، نه میشه باهاش کار دیگه ای کرد. و متاسفانه میگم اون چیزی که الان داره اتفاق میفته و ما شاهدش هستیم و واقعا جای ناراحتی و نگرانی داره، اون بحث مهاجرت جمعی هست که هم برای اساتید هم برای دانشجو داره اتفاق میفته. آقای نوروزی، خیلی ممنونم از اینکه همراه بنده و برنامه امروز بودید.